خب اگر سوال شما اینه که آیا روند درمان اختلال بایوپولار در کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت هست یا نه با درس کنم خدمتتون که با توجه به اینکه دلایل شکلگیری این اختلال از نظر علمی و تئوری در نوجوانان کودکان و بزرگسالان متفاوت نیست و ماهیت این اختلال یکسانه در نتیجه روند درمان هم به یک صورت تبیین میشه و با توجه به نظریه های درمانی که در شناخت درمانی روان پویشی یا بقیه تئوری های رفت از قبیل رفتارگرایی یا بقیه در تئوری های درمانی و همچنین تهوری های بیولوژیکی ماهیت بیماری و اختلال یکسانه در نتیجه روند درمان هم یکسانه پس در نتیجه اگر قرار باشه از روی کردهای روان درمانگرایانه برای کنترل این اختلال استفاده بکنیم همون روی شناختی، رفتارگرایی یا روانپویشی که برای بزرگ سالان استفاده میشه برای کودکان و نوجوانان هم استفاده میشه و از طرفی در دارو درمانی هم همون داروهایی که در بزرگ سالان در واقع تجویز میشه از نظر ماهیت شیمیایی و ساختار بیولوژیکی همون هایی است که به در واقع کودکان و نوجوانان داده میشه فقط تنها چیزی که متفاوته دوز در حالا در واقع دارو درمانی دوز دارو و بعضا نحوه در واقع مداخلات دارو درمانی با توجه به سن و وزن و ماهیت در واقع فیزیکی افراد که در کودکی نوجوانی یا بزرگسالی باشن میتونه متفاوت باشه و در اونجا تغییراتی ایجاد میشه و در روان درمانی هم نحوه انجام روان درمانی میتونه متفاوت باشه اگر در بزرگ سالان مثلا دی بی تی داره کار میشه یا سی بی تی کار میشه یا یکی از شاخه های روان پویشی داره کار میشه رفتارگرایی داره کار میشه نحوه اجرای اون روان درمانی برای کودکان و نوجوانان متناسب با سنشون و فراخور درک و دریافتشون میتونه تغییر در واقع پیدا بکنه همونطور که در روند دارو درمانی متناسب با تغییرات فیزیکی و سنی دوز و ماهیت شیمیایی دارو میتونه تغییر بکنه اما ساختار در واقع فیزیولوژی و ساختار شیمیایی دارو تغییر نمیکنه در اینجا هم ساختار و تئوری روان درمانی تغییر کنه همونه فقط نحوه اجراش میتونه در واقع برای کودکان و نوجوانان فراخور سنشون متغیر و متفاوت باشه